سلام، به تولو نیوز خوش آمدین. گفتگوی ویژه داریم با آقای کارل بیلت، وزیر امور خارجه سویدن. کشور سویدن بیش از 500 سرباز در افغانستان دارد و اخیراً یکی از شهروندان سویدن در مزار شریف در حادثه تظاهرات و اعتراض خشونت آمیز کشته شد. ما در این برنامه با آقای کارل بیلت موضوعات را که به کشور سویدن در افغانستان مربوط می شود مطرح خواهیم کرد. Thanks, Mr. Minister, for your time. تشکر آقای وزیر از اینکه فرصت گفتگو را مساعد کردید و شما را خوش آمدید می گویم. اجازه بدهید از حادثه اخیر در مزار شریف آغاز کنم. قسمی که شما هم اخیراً از مزار شریف دیدن کردید، در آنجا 7 کارمند دفتر سازمان ملل متحد به شمول یک شهروند سویدن کشته شد. ارزیابی شما از این رویداد در دیداری که از آنجا داشتید چی است؟ من درباره این رویداد با رئیس جمهور کرزی و آقای عطا محمد نور والی بلخ ملاقات کردم. آنان به من گفتند که بررسی های جدی را در این زمینه آغاز کردند تا بتوانند در این باره پاسخگو باشند. اما ما باید اندکی درباره پیشینه این موضوع بدانیم، چنانکه روشن است در دراز مدت فعالیت های سازمان ملل متحد در افغانستان توسعه و آوردن صلح است. نیروهای نظامی ما در اینجا برای تامین امنیت حضور دارند، اما سازمان ملل متحد برای ساختن یک آینده بهتر اینجاست. پس موجودیت سازمان ملل متحد در اینجا با اهمیت است و نیز تامین امنیت کارمندان این سازمان. امیدوار هستیم این رویداد در دراز مدت اثری در این زمینه نگذارد. کشته شدن این شهروند سویدنی چقدر روی ماموریت شما در افغانستان تاثیر میگذارد؟ من امیدوار هستم که اثری نداشته باشد، به خاطر که ما تعهد دراز مدت نسبت به افغانستان داریم و در دراز مدت اینجا خواهیم بود، طوری که ما کمیته سویدن را برای افغانستان در 30 سال گذشته داشتیم. این نهاد در جریان کشمکش های گوناگون در افغانستان حضور داشته است. بنابراین ما تعهد دراز مدت نسبت به افغانستان داریم. پس از کشته شدن شهروند سویدنی در مزار شریف که شمار تلفات شهروندان نظامی و غیر نظامی سویدن به 6 تن رسید، چقدر دولت شما تحت فشار افکار عمومی در سویدن قرار گرفته است؟ ممکن است این موضوع قابل نگرانی بوده باشد، اما اهمیت ماموریت ما نیز قابل درک است. در گام نخست ما در شمال حضور داریم. البته برنامه های توسعه ما در سراسر افغانستان است، اما حضور پررنگ ما در شمال و در شهر مزار شریف است. مزار شریف یکی از بخشا و شهرهای امن افغانستان است، اما در کل بخشی از افغانستان است. در آنجا این رویداد رخ داد و مردم کشته شدند. با این هم می خواهیم در آنجا باشیم. قسمی که شما گفتید، مزار در گذشته یکی از مناطق امن کشور بود و رئیس جمهور کرزی هم در 22 مارچ امسال مناطق را مشخص کرد که روند انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان از آنجاها آغاز خواهد شد و مزار شریف نیز از جمله این شهرها بود. اما با اتفاق افتادن این رویداد، آیا فکر میکنید روند انتقال موفقانه صورت گیرد؟ انتظار داریم که رویداد اخیر بر روند اثر نگذارد، اما ما باید منتظر نتیجه تحقیقات باشیم. روشن است که این یک راهپیمایی بزرگ بود و من این را درک میکنم که مردم به خاطر سوختاندن قرآن پاک خشمگین بودند. تظاهرات در سویدن نیز صورت میگیرد، اما این را نیز میدانیم که گروهی از آشوبگران و قاتلان نیز در میان اعتراض کنندگان حضور داشتند. اما پرسش اینجاست که چرا آنان این کار را کردند؟ آنان کیها بودند؟ اما طالبان مسئولیت را بر عهده گرفتند. خب این بخشی از موضوع است. گاهی آنان گفتند که این کار را ما کردیم و گاهی هم گفتند که ما این کار را نکردیم. حالا شماری از افراد که مسئول این کار بودند بازداشت شدند. من اطمینان دارم که پاسخ این پرسش ها از جریان تحقیقات به دست خواهند آمد. ارزیابی شما از مزار چی بود؟ آیا نیروهای امنیتی افغانستان در آنجا برای رویارویی با این راهپیمایی آمادگی خوب داشتند یا خیر؟ به گونه تصادفی، نه به اندازه کافی، و این موضوع متوجه به کارمندان سازمان ملل متحد نیز است. اما باید از همه این اشتباهات بیاموزیم و هیچ جای پرسش نیست که در این رویداد کوتاهی های وجود داشتند. اما ما باید با احتیاط گام برداریم و از آن بیاموزیم. در این صورت ما میتوانیم موضوع را در آینده زیر اداره داشته باشیم. آنان فکر میکردند که تنها یک راهپیمایی خواهد بود، اما علاوه بر این راهپیمایی چیزی دیگری نیز بود. با این هم باید بررسی درست
داشته باشیم. اما امنیت در افغانستان خوب نیست و ما باید برای آن آماده باشیم. آیا فکر نمی کنید که آماده نبودن به گونه درست در این شرایط بد امنی یک اشتباه بوده باشد؟ من فکر می کنم که همه درباره اوضاع امنیتی می دانند. اما به گونه طبیعی راهپیمایی نباید منجر به این رویداد می شد. چیزی که در قندهار نیز شاهد بودیم. از سوی دیگر در بخش‌های دیگر افغانستان نیز راهپیمایی‌های برا انداخته شدند. ممکن برخی از این راهپیمایی‌ها عادی نبوده باشند، اما بیشترینشان مانند راهپیمایی‌هایی که در اروپا راه‌اندازی می‌شوند صلح‌آمیز بودند. اما رویداد مزار شریف متفاوت بود. در این راهپیمایی یک گروه مشخص آدمکش وجود داشت. از همین رو خیلی تاکید داریم تا دریابیم که آنان کیها بودند و چی می‌خواستند و چی کار باید انجام شوند تا در آینده از چنین رویدادها جلوگیری شود. و گونه ما همه و در گام نخست پلیس افغانستان باید از این رویداد بیاموزد. خب باز هم به رویداد مزار شریف می‌پردازم. در زمان واقعی از زمانی که کارمندان دفتر سازمان ملل متحد دیدند که راهپیمایی در مقابل دفتر آنان به خشونت مبدل می‌گردد، آنان با نیروهای سویدنی که در مزار شریف مستقر هستند در تماس شدند و درخواست کمک عاجل را کردند. اما نیروهای سویدنی بیش از 3 ساعت تعلل داشتند و در محل دیر رسیدند و این مورد از سوی دیپلمات‌های سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. ارزیابی شما در مورد چیست؟ اداره راهپیمایی ها را تنها پلیس افغانستان دارد. اگر شرایط در اینجا به گونه‌ای باشد که نیروهای خارجی باید راهپیمایی ها را اداره کند، فکر می کنم که چنین وضعیت بهتر نباشد. اما زمانی که جان انسان ها در خطر باشد، آنان می توانند دخالت کنند و می توانند کمک کنند. بله می توانند، اما مشخص درباره این رویداد آنان بسیار وقت کم داشتند و همه اتفاقها مانند سوختاندن و کشتن کارمندان 15 تا 20 دقیقه را در بر گرفته بود و این یک زمان بسیار کوتاه برای فرستادن نیروهای بین المللی در محل رویداد بود و از سوی دیگر این سربازان برای اداره و یا رویارویی با راهپیمایی ها آموزش دادن نشدند. این سربازان برای انجام کارهای دیگری آموزش داده شدند. برای رویارویی با چنین رویدادها تنها پلیس است. آنان می‌دانستند اوضاع چنین است. همچنان به نگهبانان دفتر سازمان ملل متحد نیز دستور داده شده بود تا شلیک نکنند، چرا که به آنان گفته شده بود که نمی‌خواهیم مردم افغانستان که راهپیمایی می‌کنند هدف گلوله قرار بگیرند. در صورت ادامه چنین برخوردها ما باید به این حقیقت پی ببریم و سازمان ملل متحد نیز به این حقیقت باید پی ببرد. اجازه بدهید در مورد کشور شما صحبت کنم. هدف شما از حضور و آمدن در افغانستان پس از 2002 که سربازانتان را به افغانستان فرستادید چی بود؟ بله، ما این کار را کردیم. اگر خلاصه بگویم، در سالهای 2005 و 2006 میلادی بنابر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واقع این یک ماموریت بزرگ بین المللی برای کمک به افغانستان بود و وضعیت امنیتی در اولویت قرار داشت. پس از این ما به گونه تدریجی به یک عامل مهم در توسعه افغانستان مبدل شدیم. قسمی که گفتم، کمیته سویدیان در افغانستان پس از حمله ارتش سرخ به افغانستان فعالیتش را آغاز کرد و در بخش‌های گوناگون در افغانستان کمک کرده است. ما این کمک‌ها را گسترش داده‌ایم. اما چیزی را که حالا انجام می دهیم این است تا بر روند انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان کمک کنیم. پس از آن ما برای ادامه برنامه‌های کمکی و نیز حضورمان پس از سال 2014 میلادی برنامه ریزی می کنیم. در مدت حضورتان در افغانستان در چه بخش‌ها و زمینه‌های برای مردم افغانستان دستاورد داشتید؟ کار ساختن بسیاری از مکتب‌ها به گونه بنیادی و کمک در بخش بهداشت از سوی کمیته سویدن در سراسر کشور انجام شده است و نیز ما کارهای زیادی در بخش‌های کمک به زنان، تساوی جنسیتی، تلاش برای نهادینه‌سازی مردم سالاری و ظرفیت سازی انجام دادیم. علاوه بر این ما برای پلیس و ارتش افغانستان نیز کمک‌های داشته‌ایم. این بخش جداگانه است، اما خدمات اساسی بهداشتی و آموزش اساسی چیزهایی بودند که ما آن را سال‌هاست انجام می‌دهیم و تمویل می‌کنیم و نیز علاقه‌مندی و هدف ما از حضور در افغانستان همین بخش بوده است.
دیدگاه شما در مورد حضور ناتو و جامعه بین المللی چیست؟ آیا فکر میکنید این حضور سودمند بوده است و آیا پایان امراه با دستاورد و پرسود خواهد داشت؟ خب ما به دعوت دولت افغانستان و فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد آمدیم و حضور نظامی ما در اینجا دائمی نخواهد بود. من فکر میکنم که حضور نظامی دائمی چندان سودمند نخواهد بود و ضرورت هم به آن نیست. اما ما تا سال 2014 میلادی حضور نظامی خواهیم داشت. احتمال دارد پس از آن چگونگی حضور و کمک ما تفاوت کند. اما هدف را که شما و جامعه جهانی از حضور نظامی در افغانستان دنبال نکردید، آیا فکر میکنید با آن هدف دست یافتید؟ نه خیر، این روشن نیست. ما دست نیافتیم. فکر میکنم اشتباهات زیادی در اینجا صورت گرفته است. اگر ما نگاهی به سالهای 2001 تا 2005 میلادی بیاندازیم، زمانی که طالبان دوباره فعال شدند، در این باره اشتباه هم از سوی جامعه جهانی و هم از دولت افغانستان بوده است و دو سه سال پس از سال 2005 میلادی به این موضوع توجه شد. من فکر میکنم در چند سال اخیر است که ما به سوی بهتر شدن میرویم. به گونه مثال بخشی از کارها انجام شدند، مانند نشست لندن، نشست کابل و نیز تعهد روشن‌تر از سوی دولت افغانستان. خب در مورد 2014 صحبت کنیم. تا آن زمان فقط 3 سال باقی مانده است. مثل که شما گفتید، شما به اهدافتان که برای به دست آوردنش در افغانستان حضور نظامی داشتید نرسیده اید. آیا فکر میکنید شما و جامعه جهانی در 3 سال باقی مانده به آن اهداف برسید؟ You will achieve and the world community achieve those goals. خب این را رئیس جمهور کرزی بهتر می داند. و هنگامی که در شمال افغانستان بودم و دیدارهای با مقامهای پلیس و ارتش افغانستان در آنجا داشتم، آنان گفتند که بلی این کار ممکن است. ارزیابی شما چیست؟ چیزی را که من مشاهده کردم با این نظر موافقم، اما اگر از من بپرسید که وضعیت در قندهار و در هلمند چگونه است، من نمیدانم، چون در آنجا نبودم و نیروهای ما در آنجا حضور ندارند. ممکن این بخش ها دشواری های خودشان را داشته باشند، اما من چند ماه پیش در هرات بودم و در برخی از بخش های افغانستان اوضاع بهتر از چیزی است که مردم از آن آگاهی دارند. موقف شما پس از 2014 در افغانستان چه خواهد؟ خب اگر نظری به سربازان کشور ما داشته باشیم، حالا ما بیشتر از 500 سرباز در بخش‌های شمالی افغانستان داریم. اگر چند سال به عقب برگردیم، می‌بینیم که آنان به تنهایی عملیات‌های را در آنجا راه اندازی می‌کردند. اما حال این نیروها به تنهایی عملیات را انجام نمی‌دهند. حالا فقط در عملیات‌ها از نیروهای افغان پشتیبانی می‌کنند. و به تدریج چیزی که اتفاق خواهد افتاد این است که این مسئولیت‌ها نیز انتقال خواهند یافت. و بیشتر نقش ما آموزش و پشتیبانی از پلیس و ارتش افغانستان خواهد بود. انتقال مسئولیت امنیت همراه با دستاوردهایی از شمال کشور در حال اتفاق افتادن است. اجازه بدهید در مورد جامعه اروپایی بپرسیم. قسمی که می‌دانیم علاقمندی آمریکاییان برای حضور در افغانستان مبارزه با تروریسم است، اما علاقمندی جامعه اروپایی برای حضور در افغانستان است؟ خب مبارزه با هراس افکنی و تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مانند ایالات متحده آمریکا برای ما نیز اهمیت دارد و ما اهمیت این را بیشتر از آن می‌دانیم که احتمال برای افتادن یک جنگ دیگر در افغانستان می‌رفت و در نتیجه آن میلیون ها افغان مجبور به فرار از کشورشان می‌شدند و ثبات را در منطقه صدمه می‌زد. افغانستان یک کشور بسیار مهم در آسیای میانه و آسیای جنوبی است. اگر در افغانستان شکست بخوریم، اثر فراتر از منطقه و آسیای مرکزی خواهد داشت. ما دریای بزرگ در میان نداریم و این منطقه از جهان با اروپا همسایگی دارد. آیا فکر نمی‌کنید که نبرد افغانستان دارد به یک جنگ آمریکایی تبدیل می‌شود و دیگر یک جنگ که جامعه جهانی در آن سهیم باشد باقی نخواهد ماند؟
ولی این حقیقت است. در بخش نظامی نیروهای آمریکایی نیروی پیشرو و حاکم است. اما اگر نگاهی به آنچه که ما به عنوان اروپاییان انجام می دهیم داشته باشیم، مانند تعهد دراز مدت برای توسعه و بازسازی و نیز ظرفیت سازی در کشور، به نظر من این هم بسیار مهم است و این در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد. دیدگاه شما درباره حل مسئله افغانستان چیست؟ به نظر شما مسئله افغانستان باید از چه راه حل گردد؟ از راه نظامی و یا مذاکره و گفتگو؟ هر دو. من باور دارم که راه نظامی در برقراری امنیت مهم است، اما راه‌حل‌های سیاسی نیز باید وجود داشته باشند، چون آنانی که امروز به گونه نظامی ظاهر می‌شوند باید در زمان و شرایط مناسب به گونه سیاسی نیز ظاهر شوند و روز بخشی از دستگاه سیاسی کشور باشند. ما از آن چی شورای عالی صلح انجام می‌دهد آگاه هستیم. من فکر می‌کنم این کمی به زمان نیاز دارد، اما من باور دارم که این یک کار خیلی مهم است. در مورد مصالحه با طالبان چه فکر میکنید؟ بسیاری ها ترس این را دارند که در صورت مصالحه و معامله با طالبان، دستاوردهای زیادی که در یک دهه گذشته در افغانستان به وجود آمده است ممکن است از دست برود. کشور شما به عنوان یک کشوری که 6 تن از شهروندانش را برای این دستاوردها از دست داده است، چقدر حفظ این دستاوردها برایش مهم است؟ در گام نخست این برای مردم افغانستان مهم است و از همین رو ما همواره گفته ایم که رهبری این روند از افغان هاست. فکر می کنم روند صلح که در اینجا در جریان است خطوط قرمز را که از نظر افغان ها مهم است مشخص کرده است. من از آن پشتیبانی می کنم. این کار بسیار منطقی است. بانک نیاز است تا خطوط قرمز وجود داشته باشد، اما این کار کشورمان نیست که فرمان صادر کنیم. پرسش های درباره آزادی بیان، آزادی زنان و مردم سالاری در هر کشور پرسش های اساسی هستند. آیا این برای شما خیلی مهم است؟ جزئیات این روند باید توسط مردم افغانستان فیصله شود، اما ما درباره آینده مردم سالاری و حقوق بشر نگران هستیم. اما ماموریت را که شما در اینجا برای افغانستان؟ بله، حضور ما در اینجا برای ایجاد سهولت برای این روند است، به این معنا که اگر ما در اینجا نباشیم جنگ تازه برای خواهد افتاد و یا طالبان برخواهند گشت. اما تا جایی که خارجی ها در اینجا حضور دارند فرصت برای این کار نیست. این روند فضا را برای یک روند سیاسی مساعد می سازد، اما جزئیاتش باید توسط مردم افغانستان مشخص شود و در این حال باید ارزش های جهانی را نیز در نظر گرفت که در هر جا مهم است، چه در روسیه باشد، سوئدن، افغانستان، چین، هند و یا هم پاکستان. تشکر جناب وزیر از وقت شما. تشکر. سپاس. این بود گفتگوی ویژه ما با آقای کارل بیلت، وزیر امور خارجه سویدن. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.